بسیاری از ارتش‌های جهان و نیروهای پلیس از سگ‌ها به عنوان دستیاران باهوش، وفادار و کارا در عملیات مختلف استفاده می‌کنند. پلیس ایران هم با پی بردن به این ضرورت انکارناپذیر در سال 1379 با افتتاح نخستین مرکز آموزش و تربیت سگ‌های پلیس در چهارباغ کرج به طور رسمی وارد این عرصه شد و از آن سال تاکنون صدها قلاده سگ را پرورش داده است. پوششی که این مرکز میتونه در واقع در آن واحد ارائه بده بیش از 400 نقطه رو ما میتونیم همزمان پوشش بدیم و در موضوعات مختلف و عملیات‌ها و مأموریت‌های مختلف در واقع ازش بهره‌مند بشیم. پلیس در این سال‌ها با انجام چندین عملیات توانست از سگ‌های پلیس در یافتن افراد از زیر آوار، ردیابی متهمان، رهایی گروگان از دست گروگانگیران. ملاحظه می‌فرمایید که از سوی خودرو گروگانگیران در دستگیر کرد و کشف انواع مواد مخدر جاسازی شده استفاده کنه. ملاحظه بفرمایید و اون جیبی که مواد بوده حساسیت نشون بده. مدت آموزش سگ‌های پلیس حدود 3 سال و عمر مفید خدمتی آنها حدود 10 سال است. اکنون سگ‌های موادیاب به بلای جان قاچاقچیان تبدیل شدند و تبهکاران بسیاری توسط این سگ‌ها به دام افتادند. سال گذشته 430 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شد که سهم سگ‌های پلیس از این کشفیات 50 تن انواع مواد مخدر بود. کارشناسان معتقدند آموزش و گسترش استفاده از سگ‌های پلیس میتونه نقش موثری در کاهش انواع جرائم داشته باشه.